در این مبحث ما سعی می‌کنیم که به بررسی کلیه‌ها و نقشی که در بدن بر عهده دارند بپردازیم. اما کلیه‌ها لوبیای شکل هستند، در دو طرف ستون مهره‌ها قرار دارند، دقیقاً بالای ناحیه کمر هستند. چه کارهایی رو انجام میدن؟ یکی تصفیه خون، دومی هم تنظیم میزان آب بدن. بچه ها دقت کنیم، کلیه ها شبیه لوبیان جفت هستند، یعنی هر شخص در بدن خودش دارای دو تا کلیه است، به صورت لوبیای شکل در پهلوها قرار گرفته، در پهلوهای بدن. یه نکته که وجود داره این هستش که باید ببینیم که کلیه چه کاری رو انجام میده. کلیه نقشش تصفیه خونه. بچه ها قاطی نکنیم با نقش کبد که سمزدایی بود، سموم بدن رو کبد میگرفت، اما این سمومی که کبد گرفت جدا کرد از بخش‌های مختلف بدن، توسط کلیه تصفیه میشه از خون. این سموم بدن یه جا قرار میگیره، بخش‌های مختلف بدن در بخش‌های مختلف خون در قسمت دیگه قرار میگیره. اگر شخصی کلیه‌هاش از کار بیفته، دیگه اون شخص قابلیت تصفیه خون بدنش نداره، یعنی تمام سمومی که در خون وجود داره همه در قسمت‌های سلول‌های بدنش میرن و سلول‌های بدن مسموم میشن و قابلیت زندگی بدون کلیه انسان نداره. اگر شخصی بچه کلیاش از کار بیفته باید دیالیز انجام بده. دیالیز نوعی روش جداسازی هستش که خون تصفیه میشه و سموم بدن از بخشای مختلف خون جداسازی میشن. اما کلیه ها به هر کدام یک سرخرگ وارد و یک سیاهرگ خارج میشود. اون سرخرگ سرخرگ آورت هستش و اون سیاهرگ بزرگ سیاهرگ زبرین. یه بار دیگه بچه ها دقت کنیم، این که کلیه ها وظیفه‌شون تصفیه خون بود، به هر کدوم از کلیه ها باید یک سرخرگ و یک سیاهرگ. سرخرگ خون حاوی اکسیژن رو در داخل کلیه قرار میده و به کلیه اکسیژن میرسونه، اما اون سیاهرگ اکسیژنی رو که کلیه گرفته و مصرف کرده رو باید از کلیه خارج کنه و دوباره برگردونه داخل قلب. عملکرد کلیه ها، مواد زائد مانند اوره و نمک های اضافی از طریق کلیه دفع میگردند. نفرون یا لوله ادراری که معادل فارسیش گردیزه هستش، لوله های پیچ در پیچ فراوان در کلیه ها هستند که تصفیه توسط آنها انجام می شود. نفرون ها مواد زائد را به همراه آب از مویرگ می گیرند. بچه باید دقت کنیم، این که وقتی که ما یک برش ارضی رو به کلیه می زنیم، در داخل کلیه یک سری ساختارهای متفاوت میبینیم که اکثرش رو در اسلایدهای دیگه میگم، اما یه قسمتی رو دقت کنید، این که یک بخش اساسی در کلیه وجود داره بهش میگن نفرون کلیه، که از لوله های پیچ در پیچ بسیار بسیار زیاد تشکیل شده. این نفرون کلیه کاری که انجام میده این هستش که از مویرگ خون مواد زائدش رو میگیره، مواد دیگر رو هم میگیره، این مواد زائد رو جدا میکنه از داخل خون. پس نفرون نقش بسیار بسیار اساسی در کلیه داره. اون ماده زائد رو که خارج کرد همون ادراری هستش که از بدن دفع میشه، میریزه داخل یک قسمت دیگهی که در داخل خود کلیه وجود داره به نام لگنچه، و از لگنچه توسط یک لوله به نام میزنای منتقل میشه به مثانه و ادرار از داخل کلیه ها وارد مثانه میشه. ادرار توسط نفرون ها تشکیل و به لگنچه میریزد و از طریق میزنای به مثانه ریخته میشود و در نهایت از بدن خارج میشود، که اینو توضیحشو دادیم.